Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и другие. طاقت کن دوستم، طاقت کن کمی دیگر. ما به بلیندش که رسیدیم همش خوب می شود. تو را زود همشیره شوقت جراحتت را می بندد و مرا آرام بذار. من که در لحظه آخرین حیاتم از زیباگی های دنیا لذت برم، هوا و هوسی این دنیا را بسیری ندیدم. خیز زودتر می رویم که باز خونت را زیاد تلف ندهی. چند قدمی دیگر ما سفر جان، من دیگر نمی توانم. تنابی عمر من همین قدر بوده است. حیفا که غریب خاک می شوم. من از چنین مردن افسوس نمی خورم، زیرا آن را در حمای مرز و بوم وطن نثار می سازم. من از تو چند خواهش دارم. مرحمت، خواهشت را بگو، من البته اجرا می کنم. مرا با دستان خودت گروچاب کن. اگر علاجش باشد در بلندی و جایش را نشان نکن و بده که رفتی از کارنمایی هایمان با همه نقل کن. نه این طور نگو. خیز می رویم، من نمی گذارم که مرا دیگر آزار نده. من که خواهش هایم را گویم. مرحمت، خواهشت را بگو. از احوالی آچه‌ام با خبر شم با آچه‌ام چی گویم؟ چی گفتن میخوایی؟ با آچه‌ام. پهلوان جان، پهلوان! نه باورم نمی آید. باورم نمی آید که تو را از دست داد. باوچه چی گویم که گفتن نخواستی؟ ای جان با سری یک جوان مردی نازنین دیگر را خوردی. آرزو بود حوثش را گوشتی.
پلمون جان منو ببخش که جالت را با دست گریفتن نتوانیست. تو قهرمانی فداکاری بود، کارنمایی های تو و صدا جوانانی دیگر جاویدانه. اگر صحت سلامت به وطن برگردم، قسم میخورم که نابی تو را زنده بود جاوید میگردونم. تو به همه کار ارزنده‌ای.